سلام، پنجشنبه 30 خرداد 98 20 ژوئن 2019 میلادی. خبر سرنگون کردن پهپاد امریکایی گلوبال هاک توسط سامانه 3 خرداد ایران امروز خبر اول دنیا بود. این سامانه که به موشک‌های روسی سام مجهز هست، ساعت 4:05 بامداد امروز به وقت ایران این حمله رو به پهپاد امریکایی انجام داد که باعث سرنگونی شد. ایران میگوید که این پهپاد در نزدیکی کوه مبارک، شهرستانی در شرق استان هرمزگان، در آبهای ایران بوده، وارد مرز ایران شده و بر همین اساس هم نامه شکایتی رو به سازمان ملل نوشته و آقای ظریف هم نوشته که تکه های از این پهپاد در آبهای ایران پیدا شده. اما در سوی مقابل ژنرال جوزف کاستلا، فرمانده نیروی هوایی ستاد فرماندهی مشترک امریکا، گفته که این پهپاد در 34 کیلومتری دورتر از ساحل ایران و در ارتفاع بسیار بالا بوده. به هر حال هر دو طرف نیروهایی رو فرستادند و مسابقه گذاشتند برای اینکه قطعات این پهپاد رو پیدا کنند، برای اینکه پهپاد 120 میلیون دلاری است که به جاروی اطلاعاتی معروفه و تجهیزات پیشرفته‌ای برای تجسس و جمع‌آوری اطلاعات داره که طبیعتاً امریکایی‌ها نمی‌خوان بگذارن به دست ایران بیفته و ایران هم می‌خواد اون رو به دست بیاره، برای اینکه قابل استفاده هم خودش و هم احتمالاً در اختیار روس‌ها و چینی‌ها گذاشتن می‌خوره. با بروز این اتفاق نفت تا 6% قیمتش بالا رفت، به 64 دلار هر بشکه نفت دریای شمال بالغ شد و نفت تکساس هم به 57 دلار هر بشکه رسید، ولی بعد آروم شد بازار، برای اینکه خطر درگیری و تلافی امریکا بود. اما آقای ترامپ بعد از این اتفاق، بعد از ملاقات با آقای جاستین ترودو، در جمع خبرنگاران وقتی از او در مورد این اتفاق سوال شد، در یک صحبت آشفته و ناشی از آشفتگی و بی‌نظمی ذهنی عنوان کرد که شاید اشتباه یک نفر ابله بوده، مهم این است که کسی کشته نشده، و بعد هم که در مورد عکس العمل امریکا پرسیدند گفت که خواهیم دید. به هر حال تعدادی از همحزبی های او به انتقاد از او پرداختند، از جمله لینزی گرام که سناتور جمهوری خواه گفت اگر در مقابل تجاوزشون نایستیم پشیمان میشویم، و به خطاب به ترامپ گفت که باید عکس العمل نشان بدهیم. آقای چاک شومر، سناتور دموکرات و رهبر اقلیت دموکرات سنای امریکا، البته عنوان کرد که میخواهیم طرحی رو ببریم که برای جنگ با ایران رئیس جمهور باید مجوز کنگره امریکا رو بگیره. البته بعید چنین چیزی در سنا رای بیاره، ضمن این که رئیس جمهور اختیار شروع جنگ رو داره و ضمناً قانون رو میتونه حتی وتو کنه. در مجلس نمایندگان امریکا هم که اکثریت با دموکرات هاست، قانونی رو که بعد از 11 سپتامبر به رئیس جمهور برای مبارزه با تروریسم اجازه شروع جنگ میده لغو شده و به سنا رفته که بعید در سنا رای بیاره، ضمن این که رئیس جمهور برای شروع جنگ به دلیل حفظ امنیت امریکا مجوز در ابتدا نمیخواد، ولی بعدن اعلان جنگ و به خصوص بودجه اون در گروه کنگره است. به هر حال
وضعیت تنش آلود بین ایران و آمریکا به نظر میرسه الان در گروه دو نفره. در سمت ایران اخباری که میرسه و بررسی ها نشون میده که شخص آقای خامنه ای و البته همراه و همزادش الان پسرش مجتبی دنبال جنگ هست و در 7-8 روز گذشته غیر از حملات مکرر به عربستان در منطقه دریای عمان، تنگه هرمز، در عراق به مرتبا کارهایی رو کرده که بیشتر میشه گفت به تحریک امریکایی ها شبیه زدن تانکرها، حمله به ساختمان کارشناسان نظامی یا کارشناسان نفتی یا حمله به پایگاه های هوایی امریکا در عراق و امثال هم، و آخرینش هم هدف قرار دادن این پهپاد، کاملا تحریک امریکا به واکنش و جنگ. چرا آقای خامنه این کار رو میکنه؟ قبلا هم صحبت کردیم، احتمالا تصورش این است که با بروز جنگ میتواند که مشکلات کشور رو زیر فضای جنگ پوشش بده، اتحاد درون حکومتش رو شکل بده و ضمناً به این ترتیب بتواندم مخالفین رو سرکوب کنه، مردم رو سرکوب کنه به دلیل جنگ. اما ممکن است که آقای خامنه ای دست به یک قمار خطرناک هم زده و با تصور اینکه آقای ترامپ اهل جنگ نیست و اهل واکنش کردن نیست، در واقع با این ضربات میخواد که نشون بده اون فشار حداکثری تحریمی کارگر نمیفته و بر سر میز مذاکره هم نخواهد اومد. اما در سوی دیگه در آمریکا تمام دستگاه نظامی و دیپلماسی و کارشناسی امریکا مقدمات لازم رو برای جنگ با ایران فراهم کردن و توپ در زمین شخص آقای ترامپ که باید تصمیم بگیره، چون اختیار جنگ با رئیس جمهور امریکاست و به نظر میرسه که آقای ترامپ به هر دلیلی یا شخصیت خودش یا قولهایی که در زمان انتخابات داده یا فراتر از اون حتی دستی که با پوتین و روس‌ها داره و امثال هم، به هر دلیل آقای ترامپ تا اینجا از زیر صدور فرمان حمله متقابل و تلافی کردن کارهای آقای خامنه ای سرباز زده. فرزانه زیلابی وکیل دو تن از کارگران سرشناس سندیکالیست نیشکر هفت تپه، یعنی اسماعیل بخشی و علی نجاتی، عنوان کرد که به پرونده موکلانم دسترسی ندارم. او گفت که در مراجعه به دادگاه انقلاب آقای صلواتی قاضی پرونده بهانه آورده که چون قرارداد مالی وکیل پیوست وکالت نامه نیست، اجازه مطالعه پرونده رو به من نداده و گفته بر این اساس شکایتی رو به دادسرای انتظامی قضات میکنم. به هر صورت این داستان قدیمی است که عملا وکیل در دستگاه قضایی ایران و دادگاه های انقلاب و متهمین سیاسی از ایفای نقش خودش باز داشته میشه. با امید پیروزی ایران و ایرانی